تو این ویدیو میخوام ببینیم که از چت جی میشه استفاده کرد تا فرم فینانشال اید کورس رو پر کرد به طور کلی بی نهایت کورس رو توی کورس رو میشه براش فینانشال اید فرستاد اما به طور همزمان فقط 10 تا کورس میشه براش درخواست داد و پروسش هم این شکلیه که دو تا سوال ازتون میپرسه برای هر کدوم از 150 کلمه بنویسید سوال اولش این شکلیه که چرا دارید درخواست فانانشال اید میدید و سوال دومش اینه که این کورس اصلا به چه دردتون میخوره و چرا این کورس رو میخواد بگیرید بعد از اینکه درخواست رو دادید 15 روز طول میکشه و بعد از 15 روز یه ایمیل براتون میاد که میگه که شما این کورس رو دریافت کردید و این فاینانشال اید ها این شکلی هستن که اون پشت یه باتی نشسته که اگه یه سری موضوع رو براش صرفا بگید اون بات اوکی میده و میاد درخواستتون رو تایید میکنه حالا من قبلا برای اینکه بیام فاینانشال اید بفرستم اینجوری بودم که یه دونه تمپلیتی از تو اینترنت پیدا کرده بودم قبلا هم اینکه دوستان اومده بود درخواست داده بود متن اونم گرفته بودم این دوتا رو با هم قاطی کرده بودم و یه فایل وردی ساخته بودم که هر وقت مثلا یه کورس رو بگیرم صرفا اسم اون کورس رو عوض میکردم توی اون مت و حالا یه سری دلایل رو عوض میکردم و همونا رو میفرستادم الان وقتی تو اینترنت میچرخی اینجوری که همه جا چت جی پی تی با چت جی پی تی نامه بزن با چت جی پی تی مت بنویس با چت جی پی تی چه میدونم این کارو کن اون کارو کن حالا این به ذهنم که به اینکه بیام از توی اینترنت یه تمپلیت پیدا کنم و خودم بنویسم بیام از چت جی پی کمک بگیرم قبلا با یکی از دوستان برای اینکه به ایمیل بدیم اطلاعات اون استاد رو بهش داده بودیم گفته بودیم که ما توی های همچین تمپلیتی میخوایم بیام و ایمیل بزنیم و بیا برام این ایمیل ها رو جنریت کن که فوق العاده خفن و پشمیزون بود اینجوری بودم که منو تحت تاثیر قرار داده حالا دیگه چه برس به اون استاد به خاطر همین به ذهنم هم رسید که بیام و برای این فاینانشال اد فرستادم از همین چت استفاده کنم اول برای اینکه اون پیامی که جنریت کنه مختص من باشه و یه مقدار اسپسیفیک تر باشه میام و اطلاعات خودم بهش میدم و میگم که با توجه به این اطلاعات بیا و برای من این دو تا سوال رو جواب بده الان بیایم بریم ببینیم, ببینیم که چه جواب بهمون میده ببینیم که اصلا قبول میشیم توی این فانانشه ایتا یا نه از اونجا که ما نمیدونیم که فیلترشن اصلا چیه و تحریمیم و اصلا نیستیم. که برای نیستیم و فیلتر استفاده کنیم بر هم از سایت پود استفاده میکنم حالا سایت پوی دات کام چیه؟ پوی دات کام یه سایتیه که اومده و سورس کود و چجیبتی رو گذاشته حالا چی میخوام بهش بگم؟ میخوام بهش بگم که من یه فول تایم ستودنت و دانشجو دیزاین هستم و این کورس توی کریر من خیلی تاثیرگذاره اما به خاطر اینکه من فول تایم استودنت نمیتونم پول این کورس رو پرداخت کنم و نیاز دارم به اینکه فاینانشال اید بگیرم و گرفتن این کورس میتونه توی کریر من در آینده و توی درس خوندن من تاثیر خیلی زیاده بذاره و بهش میگم که حالا با توجه به این بیا کمک کن و دو تا سؤال رو برای من جواب بده حالا چی داره میگه داره میگه که با توجه به اینکه همه دانشجوهای فول تایم مشکلات مالی دارن و اکثرشون یعنی و نمیتونم برای همچین کورس های پول بدن من هم استثنا نیستم و نمیتونم برای همچین کورسی بیام و پول بدم اما و با توجه به اینکه این کورس میتونه زندگی من روی کریر من خیلی تاثیر بگذاره میخوام که بیام و برای همچین چیزی فانانشال اید بفرستم در مورد سال دومشم که کلا در مورد ربط یوکس دیزاین و حالا دیزاین هستش و اینکه چه تاثیری میتونه دانشجوهای دیزاین بذاره و با توجه به اینکه یوزر ریسرچ دارن اونها یا مثلا با پروتوتایپ بسازن و منم هم مثلا همچین چیزایی رو نیاز دارم و یاد بگیرم اومدم و همچین کاری کردم حالا من یادم رفتش که بیام و بهش بگم که تو 150 پنجاه تا کلمه بنویس مشکل هم پیش نمیاد به خاطر اینکه کلا گفتی که, که حداقل سر پنجاه تا کلمه ولی میخواستم کلا تو 150 پنجاه تا کلمه بنویسه برای همین بهش گفتم که بیا و این رو توی 150 تا دور برام بنویس که حالا جالبه جوابی هم که بهم داده جوابش خیلی خیلی شبیه بار اول که خودم اومده بودم و فانانشل اد داده بودم اما با توجه اینکه حالا اینو یک بات نوشته و خیلی هم از منی که زبان اولم انگلیسی نیست بهتر باید قالات منویسه اومده و روی اون مسئله نگارشی یعنی که بیاد این محوریتی که حالا دانشجوها نمیتونن افورد کنن برای همچین کاری اومده و روی این چیزا خیلی تمرکز کرده و اونو گسترشش داده که خب خیلی جالبه خیلی هم شبیه یک آدم واقعی نوشته اگر ما ندونیم که این جواب رو یک بات نوشته واقعا ندونیم که این جواب رو یک بات نوشته و اون تست تورین رو یه جورایی این تونسته و رد کنه حالا من میام و جوابی که داده رو میذارم توی اون فرم و بعد 15 روز این جواب نهایی شد توی یه شورت بهتون نشون میدم در کل چیزی که چت جی پی تی و کلا هوش مصنوعی باز شده که توی دنیا به بیاد راحتیه و اینکه برفرض مثل مثلا اگه من قراره که یه فرم رو پر کنم یا قراره که یه متن خیلی زیادی رو بخونم و وقت خیلی زیادی ازم میگیره بیام و از این ابزار استفاده کنم و با توجه به این ابزار بیام و وقت کمتری صرفش کنم و بازدهی بیشتری داشته باشم نظر من کلا در مورد هوش مصنوعی اینه که اینا میان و کارها رو راحت تر میکنن و قرار نیستش که جای آدم رو بگیرن که یه نمونه شو توی این ویدیو ما دیدیم دیدیم که میشه وسیله هوش مصنوعی یا حالا جی بیایم و صرفا یه فرمی که شاید نیاز داشته باشه که یه ساعت برش وقت بذاریم که ببینیم چی رو نتیم بنویسیم چند جا رو بگردیم خیلی راحتتر اون رو پرش کنیم مرسی که این ویدیو رو دیدید اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کنید و ایفه فکر کنید که به درد کسی این ویدیو میخوره اونو براش بفرستید اگر سوالی هم داشتید حتما توی کامنت ازم بپرسید تا ویدیو بعدی فعلا